سینا مطمئنی آدرس درست اومدین؟ آره بابا خودشه. دمشقی هم دکتر، چه جایی ما رو آورده. با مثل میمونه آدم زیر اتاق زیر شیروانی پاشه بیا تو قصر زندگی کنه. فکر کردم الان میایم میریم یه آپارتمان 50-60 متری. آپارتمان که هست ولی بالای 120 متر. اینم میگم فرق پایین شهر بالا شهر ها. الان اونجا دود و دم و زل آفتاب و اینجا داره نمه بارون میزنه مثل شبنم رو صورتی آدم. راستی سینا وانه چی شد؟ نکنه گم کرده باشه اینجا رو. آبا بهش نشونی دادم میاد، خیالت راحت. حیف جای مامون خیلی خالی، کلی کیف میکرد. الهی بمیرم براش، همیشه آرزو داشت از اون محل اون خونه بیاد بیرون. آخرش هم رفت و آرزو بده میاد. ارغوان جان الهی قربونت بشم. سلام سلام شهرمنده دیگه مزاهم هم شد. تعارف نکن. خب من اتبا سلام نمید. سلام شما خوبه؟ خیلی سلام چطوری هست؟ خیلی خوب. این مزاهم بالا هست ازش استفاده کنیم. چیزی هم کم و کس بود من برکم تحیی کنیم. شهرمنده میکنین آقای دکتر ما رو اینطوری یه سر خرت و پرت رو بردیم با همون رو سر میکنیم. تعارف چرا میکنید؟ یه خود تغییر در اسباب اساسیه واسه روحیه خوبه. ببریم بالا بهش آپارتمان نشون بدیم. طبقه شیشم. طبقه شیشم. سینا جان حواست به اسباب و وسایل باشه، به در و دیوار نخوره، خط و خش بندازه. منم الان میام کمک. طبقه شیشم. سلام. چطوری؟ بفهمید طبقه شیشم. خدا رو شکر همه چی خوبه. یعنی مرخصم خانم دکتر؟ من انترنم پدر جون، هنوز مونده تا دکتر بشم. چه فرقی میکنه؟ بالاخره دکتر میشه دیگه. ما رو مرخص کن بریم پی زندگیمون. دست من که نیست پدر جون، دکترتون باید اجازه بده. بعدم شما چند روز بیشتر از عملتون نگذشته، یه چند روز باید اینجا باشیم ما بهتون برسیم. شاید اگه مشکلی نبود بعد مرخص میشیم. لااقل یکی رو بفرست این تلویزیون رو راه بندازه. امشب فوتبال داره. چشم. خانم احمدی. بله. این لطف کنید بگه زنگ بزنید تاسیسا ببینم مشکل این تلویزیون چشم چیه. چشم حتما. سلام بهزاد. هیچ معلومه کجایی؟ چرا موبایلتو جواب نمیدی؟ تو کارگاه بودم زنگ تلفن رو نشنیدم. کاری داشتی؟ معلومه که کار داشتم. دو هفته دیگه مراسم داریم، هنوز هیچ کاری نکردیم. وقت میگه کاری داشتیم. با دیگه کاری نمونده که. یعنی چی کاری نمونده؟ خرید حلقه، لباس عروسی، هماهنگی سالن، کارت دعوت، بازم بگم. خب اینجام بالاخره عموجان کلی کار سپرده، من باید انجام بدم دیگه. میخوای زنگ بزنم به بابا برات ازش مرخصی بگیرم؟ نه نمیخواد، خودم باهاش صحبت میکنم. تو فقط یه امروزو به من فرصت بده، من از فردا در بس در خدمتم. خدمت از ماست جناب مهندس. باش، مراقب خودت باش. تو هم مراقب خودت باش. خدا. آقای اکبری، بی زحمت بمون پالتو جابجا نکنه تا من بیام. حسن نباشی. خیلی ممنون. زنده باشی. من با آقای ملکوتی مدیر ساختمون صحبت کردم. قرار شد که خودش بیاد بالا راجب شارژ و مسائل آپارتمان باهاتون صحبت بکنه. خیالتون راحت میشه. خیلی آدم خوبیه. خدا حفظتون کنه آقای دکتر. همه زحمت‌های ما افتاده گردن شما. چه زحمتی اختیار داری آقا خانم؟ زندگی همینه دیگه.
امروز شما نیاز به کمک دارید، من به دادتون میرسم. فردا من گرفتار میشم، شما به فریاد من میرسید. انشالله همیشه سالم و سلامت باشیم. من میگم اجلاتا الان به فریاد دلمون برسیم که بعد جور گوشتمونه. من برم ساندویچ بگیرم. این دور برات ساندویچی کجاست؟ نه بابا، ساندویچ برای چی؟ آدم هزار جور درد و مرض میگیره. خودم یه چیزی درست میکنم. خب پس اگه اجازه بدید من زودتر برم. نه بابا کجای دکتر تشریفم باشین دور هم با هم یه لقمه میزنیم دیگه. بهتر زودتر برم تا لباسم خیلی راهه. آقای دکتر یه لقمه نون پنیر پیدا میشه با هم بخوریم. فقط نمیخوام مزاحمتون بشم. اختیار دارین، چه مزاحمتی. الان زود من یه چیزی درست میکنم. حالا تو رو خود بفهمید، راحت بشین. الان یه چیز با هم. چی شو آقای دکتر؟ خوبه؟ آره چیز مهمی نیست. نه چیزی که هست اینجا تیر میکشه به پشتم. پیری و هزار درد بیدرم. فکر کنم از گشنگیه. هما غذا رو سریع درست کن تا آقای دکتر زخم معده نگرفته. چک. خانم آذرنیو شما بهترین. چی تو جواب میدی با؟ فرمایش آقا میخوام باید یه مشورتی بکنم. اینه دقتش کن. دمت گرم. داداش کت شلوار دومادی چرنگیه؟ چطور؟ آقا ناسلامتی من ساقدوشتم دیگه، میخوام باید ست کنم. شما هر رنگی بپوشی بهت میاد. مخلصم بابا. چیه؟ چرا پکری؟ بابا پاشو، سریا و مامان نشستن دارن لیست مهمونا رو مینویسن. به جون تو نازی و قلی و شلی و شمسکوره همه رو دارن دعوت میکنن. یعنی دیر به جنبی جا به مهمونای تو نمیرسه. مهم نیست، بذار کار دلشون میخواد بکنه. چی شده؟ حالم داره از خودم به هم میخوره. مرچه خاطر منفعت خودم دارم زندگی یه نفر دیگرم تباه. بابا جون بهزاد این تن بمیره ول کن این عذاب وجدانو. بابا بچسب به زندگیت. منوچهر میخوام قبل از عروسی برم همه چیو برای بهار تعریف. بابا صداتو میشنوم. چی میخوای تعریف کنی؟ میخوای دوباره برگردی سر پله اولت؟ بابا مگه یادت رفته افتاده بودی به مسافرکشی؟ تو همین خیابونا زدن آشو لاشت کردن، اومدی خونه 2000 تا جیبت نبود بری دکتر. دسامی میخوای بهشت رو ول کنی بچسبی به جهنم؟ آقا جان هزار دفعه بهت گفتم این دختر عاشق چشم روی تو نبود. آقا زنت شد چون عقلش میگفت منفعتش تو این قضیه است. تو هم که واسش کم نذاشتی بابا یه ماشین چند میلیون تومانی دو دستی تقدیمش کردی رفت. دیوونه میکنی آدم. ول کن داداش رو بریز دور. ببین باشه این لاک تنهایی توی بیرون میخواییم بزنیم به دل خیابون، دو تا آبنار تگری بزنیم به بدن، این رنگ کتشلوار ما رو معلوم کن. حسولشونه باشه بابا، یه باد میخوره به کلت حسولت هم جا میاد. باشه یه امشب و بیخیال من شو، دل و دمون خوش نیست. باشه فقط اگه سر حال اومدی یه ندا بده بپوشم بریم. یکی بکش، شاید تو بتونی قاتل پدرتو بکشی. من نتونست. سینا جان یه چایی بر آقای دکتر بریز. دارم میبرم. بفرمایید آقای دکتر. ممنون سینا. بار آخری که دیدمت بهت گفتم ازدواجت با این پسر اشتباس، گوش نکردی.
اشتباه کردی، تاوانش هم پس دادی. اما شکست که آخر خط نیست، فقط یه پیچ تنده برستن به مقصد. ببین خانم و زنی ها، آدم ها دو دستن. یه دست اونده که دو بار زندگی میکنه. بار اول با تجربه خودشون، بار دوم با تجربه های بد خوب دیگران. نگاه میکنن ببینن دیگران چه اشتباهی کردن، اونا رو تکرار نمی کنند. اما گروه دوم، اونا هستن که فقط خودشون رو قبول دارن، فقط به خودشون اعتماد دارن، یه اشتباهی رو مرتب تکرار میکنن تا سرشون به سنگ نخورده نمیفهمن که اشتباه کردن. من امیدوار بودم تو جز گروه اول بشی، نه گروه دوم. یه دوست قدیمی دارم، پزشک روانکاوه، اگه بخوای میتونم وقت بگیرم برات. اما هیچ کس بهتر از خودت نمیتونه بهت کمک کنه. شکست خوردی؟ زمین خوردی؟ به سر بهت خیانت کرد؟ بهت نارو زد؟ بپذیر، بگو خودم کردم، انتخاب خودم بوده، اشتباه خودم بوده، مسئولیت کارتو بپذیر. نصف خیلی ها نباش که مسئولیت کارشون قبول نمی کنند. نزا هیچ مشکلی اینقدر بزرگ شه که نتونی به زندگیت ادامه بدی. گوش میدی چی میگم؟ خوبه، گرگه میکنی، اقلا میفهمم که به حرفان گوش میدی. خیلی حالم بده، خیلی. خاصیت عشقه، وقتی از دستش میدی حالت بد میشه. من وقتی همسرم فوت کرد دوچار افسردگی شدم، اما همه چیز رو سپردم به زمان که بهترین مرهم این درد است. تو هم صبوری کن، بسپرش به زمان، زمان همه چیز رو درست میکنه. زمان میتونه باور منو بهم برگردونه، میتونه دنیایی رو که شاید چشام ویرون شده از نو بسازه، میتونه چیزایی رو که از دست دادم بهم برگردونه. مادرم رو میتونه بهم برگردونه؟ نه، نمیتونه، نمیتونه. بله. سلام. سلام. اجازه هست؟ خواهش میکنم. گفتم یه چای با هم بخوریم. الان؟ راست میگی، دیر وقته. سریا، یاد چرا قرص کن؟ حرفی هست که من باید بدونم؟ نه، چیز مهمی نیست. هر جور راحت. میگم خیلی خوشحالم همه چی رو به راه شده و تو هم میتونی یه سر و سامونی به زندگیت بدی. با من؟ آره. پس چرا چهرتی رو نشون نمیدی؟ باور کن خوشحالم، فقط فقط چی؟ دلگیریم از تنهایی خودمه. تو هم که بری مامان سرگرم سفر و دوستاش میشه، اون وقت من میمونم خودم. وقت من چه چی دارد؟ از وقتی که فهمیده دیگه نمیتونه پدر بشه
خیلی سرسنگین شده، مثل غریبه ها با هم برخورد میکنه، رفته تو لاک خودش، بی خود کرده. خیلی هم دلش بخواد دختری که کدبانوی مثل تو زنش بشه، وگرنه اون موجود ناشناخته رو کی میتونه تحمل کنه؟ ببینم نکنه میترسی منوچهر سرت هوو بیاره ها؟ این حرفا چیه؟ منوچهر اصلا علی این برنامه ها نیست بذار. میگم شما خیلی راه ها رو رفتین، حالا قسمت نبوده، نمیدونم، هر چی بوده متاسفانه نتیجه نداد. من به عنوان برادر یه پیشنهاد برات دارم، رد نکن، بیا با عمه فاطمه صحبت کن، برین بهزیستی یه بچه بیارین سرپرستیشو قبول کنین، والا به خدا ثوابم داره. بهزیستی؟ بله، چه اشکالی داره؟ این گزینه خیلی از زن و شوهرهایی که بچه دار نمیشن. تازه میگن اینجور بچه ها به شرطی که پدر مادر خوبی هم بالا سرشون باشه، اتفاقا خیلی هم قدشناس و تحصیل کرده بار میان. راستش هنوز مطمئن نیستم منوچهر قبول کنه یا نه. خب حالا تو با منوچهر حرف بزن، شاید قبول کنه. اصلا میخوای من باش صحبت کنم؟ نه نه، خودم باش یه جوری حرف میزنم. خب دیگه نگرانی چیه؟ روک و پوست کرده سوریا، به من برادرتم، بگو نگرانی از چیه؟ بساد، ازت یه خواهش دارم، یه جوری با منوچهر برخورد نکن که یه وقت کینه ازت به دل بگیره. الان اوضاع عوض شده، میترسم هرچی دق و دلی از تو دارم سر من خالی کنه یه وقت. مگه حرفی زده؟ نه بابا، چه حرفی، شاید من زیادی حساس شدم. بهزاد، شاید به نظرت خیلی مسخره بیاد، ولی من نمیدونم اگه منوچهر یه وقت نباشه من چی کار باید بکنم. چرا میخندی؟ آخه میگه این منوچهر نباشه من چی کار؟ مگه منوچهر قرار نباشه؟ نترس، بادم جونو بهم آفت نداره، برای آقا منوچهر شما هم هیچ اتفاقی نمیافت، یعنی برادرت نمیذاره که بیافت. حالا پاشو برو بگی بخواب، این فکر و خیال هارم نکن. ممنون از اینکه به حرفام گوش کردی بهزاد. شبت بخیر. شب بخیر. راستی به خاطر فوت مادرت هم تسلیت میگم. ممنون. اینطور که معلومه حالت بهتره،
خوشحالم که با موضوع کنار اومدی. ولی من اصلا خوشحال نیستم. حالا اگر ممکنه امرتون رو بفرمایید. هنوز از دستم دلخوری؟ گفتم کارتون. دست شما درد نکنه. زحمت کشیدی. اختیار داریم بفرمایید. ممنون. نه قربون دستت. نه. آقا سینا کجا؟ یه کاری داشت رفت بیرون. راستی خونه اینو مبارک. خیلی ممنون. خود دکتر داودی رو نگران داره که باعث خیر شد. ارغوان جان کار داشتی صدا کن. با اجازت. پس هنوز با دکتر داودی در تماسی؟ آقای نیکخواه من دل و دماغ گپ زدن ندارم. بهتره برین سر اصل مطلب. خانم محترم مفهوم دوستی و خیرخواهی همراهی بیچون و چرا و بدون منطق نیست. گیرم تو بخوای خودتو بندازی تو چاه، منم باید باهات بپرم یا جلوتو بگیرم و نجاتت بدم؟ کدومش؟ گوش من از این حرفا پره. اگر حرف جدید دارین بفرمایید، اگرم نه خوش اومدین. به سلامت. درکت میکنم. خیلی سخت آدم هر روز تحقیر بشه و هیچ دفاعی از خودش نداشته باشه. حوصله شنیدن مزخرفاتو ندارم. علاقه شما به هم یه توهم و احساس زودگذر بود، یه غلط بچگانه. به خاطر همین ازدواجتون رو پنهان کردین، چون میدونستین که درست نیست. تاوانش هم دادین. این به شما هیچ ربطی نداره آقای نیکخواه. اون واقعا عاشق تو نبود، وگرنه به خاطر گذشته و سابقه پدرت ولت نمیکرد. بس دیگه، تمامش کنید. ولی باید سعی کنی واقعیت رو قبول کنی. کدوم واقعیت؟ اینکه اگه اون ارزشی برای تو قائل بود، انگیزه تو از دروغی که بهش گفتی میفهمید و میبخشید، اما این کارو نکرد، چون منتظر یه بهانه بود که از دستت خلاص بشه. بس دیگه، نمیخوام چیزی بشنوم، خسته شدم. بهزاد داره ازدواج میکنه. خبرش از بیات شنیدم. میشناسیش که؟ هرچی نباشه یه زمانی تو دانشکده استادت بوده. الانم وکیل فروزانفره. باور نمیکنم. منم باور نمیکردم. اما به بهانه حال و احوال پرسی یه زنگ زدم به دامادشون منوچهر. اینم کارت عروسیشونه. میخوای بدونی کی قراره جای تو رو تو زندگی بهزاد بگیره؟ آفرین، درست حد زدی. دخترموش خانم دکتر فروزانفر. بهت گفته بودم نباید بازیچه این آدم ها بشی. خانم آذرنیا، قهرمان زندگی خودت باش، نه قربانی. خداحافظ. کجا به این زودی تشریف داشتیم آقای میکنم؟ نه دیگه، با اجازتون رفع زحمت میکنم. سرم شروع به خیلی گرفت دارم، ببخشید. اختیار دارم، چه زحمتی. به مادر سلام برسیم. خواهش میکنم. خداحافظتون باشه. شک میکنم تو چشم تو، گاهی به چشمای خودم، گاهی به دنیای تو با، گاهی به رویای خودم. شک میکنم وقتی که تو امروز و فردا میکنی، وقتی که گاهی بی سبب با من مدارا میکنی، وقتی که پشت گریه هات لبخند تو رو میکشم، وقتی که قلب گیجم و این سو و اون سو میکشم. شک میکنم حتی بهش با هر تپش ما هر نفس، شک میکنم به آسمون با
پشت در باز قفس، وقتی که دل تنگ همین، وقتی که عادت میکنیم، وقتی که از هم خسته ایم، وقتی رعایت میکنیم. شک میکنم حتی به این احساس های مشترک، گاهی به تو گاهی خودم، گاهی به این احساس شک. گاهی به چشمای خودم، گاهی به دنیای تو و گاهی به رویای خودم. شک میکنم وقتی که تو امروز و فردا میکنی، وقتی که گاهی بی سبب با من مدارا میکنی، وقتی که پشت گریه هات لبخند تو رو میکشم، وقتی که قلب گیجم و این سو و اون سو میکشم. شک میکنم حتی به عشق با هر تپش با هر نفس، شک میکنم به آسمون پشت در باز قفس، وقتی که دل تنگ همین، وقتی که عادت میکنی. چی شد؟ جواب نمیده؟ نه، گوشیش خاموش. خیلی دیر کرده، نکنه بلای سرش اومده باشه. دلم خیلی شور میزنه. خیلی خوب هم آنه، قبار نزم ببینم باید چه غلطی بکنم. چه غلطی باید بکنی؟ معلومه دیگه، باید بریم دنبالش. شاید زبونم لال تصادف کرده باشه. خیلی خوب، خودم میرم. شما خونه باش، اگه خبری شد با من زنگ بزن. چیزه بهار فروزان فر، آیا بنده وکیلم تا با مهریه یک جلد کلام الله مجید و یک شاخ نبات و یک جام آینه شمدان و 500 سکه تمام بهار آزادی، شما را به عقد دائم جناب آقای بهزاد فروزان فر در بیاورم؟ آیا بنده وکیلم؟ عروس رفته گل بچینه. عروس خانوم، برای بار دوم عرض میکنم، آیا بنده وکیلم شما را به عقد دائم جناب آقای بهزاد فروزانفر در بیاورم؟ عروس رفته گلاب بیاره. برای بار سوم عرض میکنم، عروس خانوم، آیا بنده وکیلم با مهریه که گفته شد شما را به عقد دائم جناب آقای بهزاد فروزانفر در بیاورم؟ آیا بنده وکیلم؟ با اجازه پدر و مادرم و بزرگای مجلس، بله.
کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق. شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخرش چی عشق میشه. حرفی که نگاهی نمی گفته و می گفته، اتفاقیه که گاهی نمی افته و می افته، حس یخ زده.